درود بر بینندگان تلویزیون ای تو در سراسر جهان. من پرویز مینویی هستم. مطابق معمول روزای دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهرها از ساعت به وقت واشنگتن، البته از ساعت 6 و نیم تا 8 در خدمت شما عزیزان هستم. به وقت هوستون میشه 1 ساعت قبل از این ساعتی گفتم، به وقت لس آنجلس میشه 3 ساعت از این ساعتی گفتم، یعنی به جای 6 و نیم تا 8 میشه 3 و نیم تا 5. امروز که این برنامه رو خدمت شما تقدیم میکنم، روز دوم دسامبر 2015 است، یعنی آخرین ماه سال میلادی 2015 هستیم و به زودی 2016 آغاز خواهد شد و برابر است با 11 آذر ماه 2574 هخامنشی و برابر است با 20 ماه صفر 1437 هجری قمری. هجری قمری یعنی از زمان فرار آقای محمد از مکه به مدینه، که این فرار رو اسمش رو گذاشتن هجرت. من نمیم هر کی به یه جای فرار میکنه، خب فراره دیگه، چرا اسمش رو گذاشت هجرت؟ آدم نمیدونه، مثلا یه فرض کنیم که یه آقای فیلمسازی پولانسکی تو امریکا در تحت تعقیب بود، فرار کرد رفت اروپا به یه کشوری. حالا نمیگیم که این مهاجر به اون کشوره، بعد بگیم این فراری به اون کشوره. یا اون آقایی که لو داد چیزای امریکا رو لفت به روسیه، فرار کرد اونجا پناهنده شد. این که بهش نمیگیم هجرت کرد، که اینه میگیم فرار کرد. کسی که جانش در خطر یه جا فرار میکنه میره یه جای دیگه، بهش نمیگن هجرت. ببینیم ما چه چیزای ساده ای رو اشتباه میگیم، چه چیزایی رو اشتباه میکنیم، چقدر چیزایی که با عقل جور در میاد تو این ذهن ما کاشتن که ما کارش نمیتونیم بکنیم. به قول یه جایی میخوندم که یه مقاله نوشته بود که اگه مثلا بچه بوده یا رو بچه بوده تو ایران، اگه میخواستم به ترسونتش میگفتم، میگم گبره بیاد بخورده تا، یعنی زردوشتی بیاد بخورده تا، یا میگم مثلا ترسای بیاد بخورده تا، یعنی مثلا مسیحی بیاد بخورده، یا میگم کلمیه باید بخورد تا، یعنی از بچگی توی ذهن اون بچه کردن که کلمی و مسیحی و زردشتی آدم خورن اینا اصلا. خب طبیعیست یه نفرتی توی دلش میکارن دیگه. حالا دروغه دیگه البته. حالا ما میگیم هجرت حضرت پیامبر بزرگ از مکه به مدینه، بابا این فراره. حالا هجری قمری یعنی شروعش از همون فراره، منتها ماها از روی ماه حساب میشه، یعنی هر وقت ماه غایب شد، یعنی شب تا صبح دیگه دیده نشد، اون آخر ماهه. و هر وقت یک هلال باریکی غروب آفتاب دیده شد که بعد زودی رفت پایین، اون اول ماهه. پس در نتیجه خب چون ماه ماهایی که از روی ماه حساب میشه، از اول ماه تا اول ماه یا 29 روزه یا مثلا 30 روزه، اما ماه از روی تقویم خیام، تقویم جلالی اگه حساب بشه، از اول ماه تا آخر ماه 31 روزه یا 30 روزه، یا 31 روزه یا 30 روزه. 6 ماه 31 روزه، 5 ماه 30 روزه، یک ماه هم یا 29 روز یا 30 روزه. پس در نتیجه میشه 365 روز و چند ساعت که دقیقاً تقویم اینی که من میگم پوز دادن و نمیدونم شعبد بازی و اینا نیست، تقویم جلالی، تقویم ایرانی، دقیق ترین تقویم دنیاست. یعنی اشتباهش در مثلا فرض کنیم که اگه تقویم میلادی در 100 سال 2 ثانیه اشتباه میکنه، تقویم خیام، تقویم جلالی، تقویم ایرانی در همون 100 سال مثلا یه ثانیه و نیم اشتباه میکنه، یعنی نیم ثانیه کمتر اشتباه میکنه. شما میدونید که هیچ ساعتی در دنیا دقیق کامل نیست دیگه، هر ساعتی بعد از مدت زیاد مثلا میگن این ساعت هر 10 سالی 10 ثانیه جلو میفته، یا اون ساعت هر 12 سالی 10 ثانیه عقب میمونه. پس بنابراین اینا به میزان درستی تقویم ایرانی بهترین تقویم، درست‌ترین تقویم دنیاست. امروز میگم یه چیزایی که بی‌معنیه ولی ما
دنبالش میریم دیگه. امروز رو میگن اربعین حسینی. خب اونایی که معتقدن، امیدوارم که اصلا اگر نمازی خوندن و معتقدن نمازشون قبول میشه، امیدوارم که واقعا باورشون درست باشه و نمازشون قبول بشه. ولی اون خدا یا اون نیرو یا اون نمیدونم کامپیوتر یا اون بینگ بنگ یا اون مادر طبیعت یا اون هر چی که اسمشو بذارید یا خود طبیعت، اون چیزی که این جهان رو خلق کرده، باور کنید نیازی به این نداره که من برم روز 17 دفعه بگم ای خدای الحمدلله رب العالمین نمیدونم فلان اینا بگم. اینا رو احتیاج نداره. باور کنید کنفوسیوس هم گفته اون بالا کسی نیست که به دعای شما احتیاج داشته باشه، این مردم روی زمینن که به کمک شما نیاز دارن. حالا اربعین یعنی 40، یعنی 4 بار 10 روزی، یعنی 4 تا 10 روزه اربعین. خب من نمیدونم، ما این همه پیغمبر داریم، این همه امام داریم، این امام حسین چجوری که فقط این اربعین داره بقیه ندارن؟ البته یه عزیزی اومدن دفعه پیش، من همین سوال مطرح کردم، اومدن رو خط گفتن که چون که آخوندها معتقدن که این با کشته شدن خودش، یعنی با خود را کشاندن به کشته شدن، یعنی خود را به کشتن دادن خودش، درخت اسلام رو آبیاری کرده. البته درخت اسلام رو که نه، درخت آخوندها رو آبیاری کرده و نون گذاشته توی سفره آخوندها که از این که امام حسین کشته شده، نمیدونم اینطوری شده، گردنش اینطوری شده، کلک اینطوری شده، عباس اینطوری شده، الاسقر اینطوری شد، گریه مردم در بیانن. به قول اون آقای یادم رفت اسمش، اون که آخوندی که رئیس بنگاه بی سوادی بود، آدم از واقعا خوبی هم بود، سعی میکرد که مردم رو با سواد کنه، دعایی بود بگم نمیدونم درست، در اصل میگفتش که ما آخوندها مثل دستگاه اشکگیری میمونیم، همینطور دستگاه آب میبگیری، از هرچی آب میبره تندتر و بیشتر بگیره، گرونتر و بهتره، بالاش مردم بیشتر پول میدن، ما خونده هم مثل دستگاه اشکبگیری هستیم، هرچقدر بتونیم زودتر اشک مردم رو در بیاریم و بیشتر اشک بریزن به ما بیشتر پول میدن. ولذا کارمون اینه. خب ابزارمون چیه؟ ابزارمون کشتن امام حسینه و برای اونا خوبه، وگرنه خب چرا این همه؟ ما 12 امام داریم درست؟ مهمترین امام ها آقای امام اول آقای علی بوده دیگه. اول اینکه داماد پیغمبر بوده، در ثانی سردار اسلام بوده، در ثانی اندیشمند بوده. به هر حال هرچی شما میتونید بگید دانشمند نبود، مسائل رو نمیدونست، ولی اندیشمند بود، فکر میکرد و میگفت و مینوشت. نهج البلاغه رو نوشت، یک کتاب، البته کتابی است که یه سریش نامه‌های آقای علیه، یه مقدار اتفاقات زده، یه مقدار هم نصیحته، تقدم در سلام، یعنی سعی کنید اول شما سلام بدید، نمیدونم ادب به پدر مادر. خب اینا چیزیه که شعارگونه است دیگه، اینا که مثلا چیز مهمی به اون صورت نیست دیگه. الو گوشی داشته باشه. جناب سوربی عزیز، ما امروز 3 تا تلفن از آقای سوربی داریم، هر 3 تا رو زدیم، هر 3 تا رفت رو مسیج. آقای مینویی سلام به شما، سلام به بینندگان شما. درود بر شما. مرسی. دیگه روزگار غریبیش نازنین. یه تلفن داشتیم، تازه مال خودمونم نبود، یا مال عممون بود یا مال خالمون بود، ولی وقتی یه چیز زنگ می‌زد از اون ور حیات صدا می‌زدن، میگفتن دوست تلفن زده بیا جواب بده. بله. هر کدوممون 10 تا تلفن داریم، به همش هم زنگ میزنیم، هیچ کم پیدا نمیشه. منم برای شما مسیج گذاشتم. بله. که پیامتون رو گرفتم، خیلی ممنون. یعنی الان هم برنامه‌تون پخش میشه، هم دارم ضبط میکنم که فردا صبح روی یوتیوب بذارم و از امروز تا چهارشنبه آینده هم هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه. بسیار سپاسگزارم. از شما تشکر کنم به خاطر برنامه خوبی که روز دوشنبه داشتید که اونم ضبط کردم روی یوتیوب هست. بله دیدم. بله. چهارشنبه هم پخش کردم. و من واقعا
نمیدونم شما با این زیرکی خاص آقای ناصر توکلی رو به این دام میکشید یا همین جوری خیلی صادقانه. ببینید شما خیلی قشنگ از ایشون سوال کردید. دعوت میکنم بینندگان اگه ندیدن برن اسم شما رو بزنن روی گوگل پرویز مینویی و تاریخ 3 نوامبر میتونن اون ویدیو رو ببینن. ایشون میاد به شما کلی هم روزه میخونه و پس واقعا ایشون از لحاظ روزه خونه هیچ درسی که از آخونده نداره. دوست من هست آقای توکلی ولی به خودم اجازه میدم که اینو بگم. بچه‌ها شما راجع به قشنگ در دستگاه اشکاوری و اشکگیری صحبت کردید. اینقدر روزه میخونن که شعر هم خوندن راجع به ماهای هجری شمسی فلان اینا. بله. حالا ما میخوایم پارسی صحبت کنیم. شما با یک سوال کلیدی از ایشون سوال کردید آقا کشوری رو برای ما اسم ببرید که هنوز به زبان 3000 سال پیش خودشون صحبت میکنن. شما میگه ما چه کار داریم به کشورهای دیگه؟ ما میخوایم شروع کنیم. یا من به وقت با این دوستان کمونیست صحبت میکنم میگم آقا یک کشوری رو نام ببرید که این سیستم کمونیستی توش رایج شده و الان هم جواب داده. آقا بهترینش روسیه بود که از بین رفت. بله. بهترینش چین بوده که الان آمده و شده از آمریکا سرمایه دارتر. بله. بعدی که ما به اونا بدهکاریم. و باز از دوست عزیزم آقای امیدوار خواهش میکنم که بیان رو خط شما و توضیح بدن ما چجور داریم مبارزه میکنیم با آخونده. به قول ایشون میگه تظاهرات از ما گرفتن، حق نمیدونم لباس از ما گرفتن. خب ما هم که با دست خودمون و با زبون خودمون داریم حتی حرف زدن رو از خودمون میگیریم. هممون شدیم مثل بچه های کلاس پنجم، مثل آقای جورج بوش که میگن تا نهم، یعنی سوادش قدر کلاس نهم. اینجوری با هم حرف میزنیم. همین آقای امیدوار دوست گرامی من صحبت داره که آقای خادی خورسندی کرد و گفت اون دوستم گفت به برادرزادت سلام من رو برسون. آقای چیز دوست داداش منه امیدوار. بله. دوست خود منم هست. مدتی صحبت کردیم، وقتی من خواستم خداحافظی کنم آره دیگه این روزا میترسی به دوستم بگی خداحافظ، دیدم خداحافظ یه دم میگه ای نه خردتون خداحافظ فلان بیسار اینا. ایشون من گفت سلام داداشتم برسون، بعد یه دم گفت نه به داداش درود برسون. منم وقتی میرم خونه به داداشم نمیتونم بگم امیدوار درود تو رو رسون، میگم امید سلام تو رسون. بابا محض رضای خدا طور به هر کی دوست دارید از دلتون بیاین بیرون برید یکم بالاتر به طرف مرزتون لاجیک رو استفاده کنید. و یک کسی طرفی مثل آقای مینویی که ریاضیات و فیزیک بلد، بیاین یک کمی منطقی صحبت کنیم. آخونده رو خوشحال نکنیم. اما هر چی دلت میخواد بگو درود ورود، وقتی هم میخواد بری بگو درود خروج. کدوم آخوندی صدای من و شما رو میشنوه؟ کدوم عربی صدای من و شما رو میشنوه؟ به قول آقای هادی خورسندی اونا میگن سلام علیکم. بله. وقتی هم میخواد بره میگه نمیدونم چه میدونم شکر محض سلام فلان. اصلا ما یه فارسی زبان شیرینی درست کردیم، مجموعه زبان پویا ایستانیست. شما فکرش بکن، من ببخشید زیاد نمیخوام صحبت کنم ولی گفتم شما ببخشید یه دامی هم درست میکنید برای ماها که زنگ بزنید. بالگرد بله بله. من بازم از شما ممنونم و خیلی خوش شما گوش میدم. مرسی عزیزم. سپاسگزارم. اگه صحبتی دارید وایسم، اگه نه سپاسگزاری میکنم. هر موقع امر دیگری هم بود تشبیه بیارید افتخار میمن. قبل از برنامه بله الو گوشی
خانم جهانشاهی عزیز، اومدید روی خط، صداتون پخش میشه، بفرمایید. مرسی، متشکرم. درود بر شما. برنامه رو من نگاه میکردم، گوش میکردم. بله، جالب بود، خیلی جالب بود. ولی من چون خودم همیشه درود میگم، این که به شما میگم درود میفرستم، وقتی هم خدا حافظی میکنم میگم بدرود. اینو ما چون مرتب تکرار میکنیم برای عادت شده، قبلا که اینجور نبود. بله، تمرین کردیم شده راحتتر و بهتره. خدا حافظ و سلام علیکم به درد نمیخوره. اینه من میخواستم در ضمن سال نورم به تو تبریک میگم و به تلویزیون ایتو هم باید بگم تبریک، برای اینکه بابرجاست و بابرجا خواهد بود، برای اینکه بهترین برنامه ها حقیقت رو گفته. نمیخواستم توضیح بدم که دوستایی که مخالف هستن لطفا گوش بدن. بله، بسیار بسیار متشکرم خانم مهرنگیز جهانشاهی عزیز، مرسی. بله، اتفاقا داشتم میگفتم که من قبل از برنامه با آقای امید امیدوار در همین مورد زبان فارسی صحبت میکنم. ببینید، من یه مثال زدم، این مثال رو تکرار میکنم. وقتی که ما میگیم به فارسی میگیم کراوات، درست؟ این هیچ لطمه‌ای به زبان فارسی نمیزنه. کراوات یه زبان بیگانه اومده، از فرانسه اومده، ولی لطمه به زبان فارسی نزده. چرا لطمه نزده؟ برای که ما وقتی میخواییم بگیم جمعش ببندیم، قانون فرانسه رو به کار نمیبریم. فرانسوی ها میخوان اینو جمع ببندن، میگن لکراوات، یعنی کراوات ها، ولی ما به فارسی میگیم کراوات ها. همون قاعده فارسی رو برای جمع این لغت به کار میبریم. یا مثلا اگر فرض کنید که رادیو رو آوردیم، میگیم رادیوها، نمیگیم مثل انگلیسی میگیم the radios، مثلا اس بذاریم آخرش بگیم جمع شد، میگیم رادیو. قاعده فارسی رو به کار میره. ببینید دوستان عزیز، اینی که من بهتون میگم صادقانه میگم، اگر یک کسی 100 سال پیش میخواست به فارسی درست حرف بزنه، مجبور بود بره صرف و نحو عربی، یعنی دستور زبان عربی رو یاد بگیره. ما به فارسی میگیم دستور زبان، به عربی میگن صرف و نحو، یعنی همون یه مجموعهش میشه دستور زبان، یعنی خوب گفتن و خوب مثلا قاعده رو به کار بردن. این صرف و نحو عربی رو باید حتما میرفت یاد میگرفت. بسیاری این نویسندگان ایرانی یه مدت میرفتن توی حوزه های علمیه آخوندی، اونجا میشنستن یاد میگرفتن اینا رو، برای که وقتی میخواستن فارسی حرف بزنن مجبور بودن اون قاعده های عربی رو تو فارسی به کار برن. اما از وقتی که آقای رضا شاه اومد، که ما میگیم آقای رضا شاه بی‌ثبات، یک فرنگستانی درست کرده. البته رژیم اسلامی هم یک فرنگستان درست کرده، ولی این فرنگستانش مریضستانه، درست نیست. مثلا میان فرض کنید ایمیل رو به جاش یه لغت میذارن پست الکترونیک. خب آخه ایمیل یک کلمه خارجیه ولی جهانیه، همه میشناسن. ولی پست الکترونیک هم پست خارجیه هم الکترونیک خارجیه. شما اینی که گفتید پست الکترونیک، خب ایرانیه که اون ایمیل هم میفهمه، خب اینم پست الکترونیک، تو ذهنش میگه پست الکترونیک چی بود؟ ها ایمیل بود، اینم میره جلو. ولی غیر از ایرانی دیگه کس دیگه که پست الکترونیک رو نمیفهمه. تازه شما شاخ خول رو شکستید، به قول معروف ایمیل خارجی رو برداشتید به جز گذاشتید پست الکترونیک، اینم خارجیه. خب منظورتون چی بوده؟ هدفتون چی بوده؟ چه کار کردید؟ چه خدمتی کردید؟ یه لغت خارجی رو برداشتید جاست یه لغت خارجی گذاشتید. اما لغت های خارجی یا غربی هن یا عربی هن. گفتم اون عربیاش چون مجبور بودن 100 سال پیش صرف و نحو عربی هم یاد بگیرن، به زبان لطمه میزد، به افراد لطمه میزد، مجبور میشدن برن یک سری چیزهای قانونهای یک زبان بیگانه رو یاد بگیرن تا بتونن زبان خودشون حرف بزنن. چرا؟ برای که انقدر لغتهای عربی تو زبان فارسی با صرف و نحوش وارد شده بود که مثلا دشوار بود. مثلا فرض کنید که شما معلم یعنی آموزنده علم در زبان عربی، معلم یعنی کسی که بهش علم آموخته میشه، متعلم یعنی اونی که میره به دنبال علم. خب شما علم رو یاد گرفتید،
باید دنبالش معلم و معلم و متعلم و اینا رو یاد بگیری. اما اگر اون فقط معلم رو یاد گرفتید، معلم یعنی بهش علم داده میشه رو یاد نگرفتید، به جاش گذاشتی چی؟ دانش آموز. خب وقتی شما دو تا لغت دارید، یکی معلم یکی دانش آموز، اشکالی برای شما پیش نمیاره، چون شما مجبور نیستید صرف و نحو عربی رو یاد بگیرید. اما اگر یه لغت دارید معلم، بعد یه لغت دارید معلم، خب خیلی مشکله، باید صرف و نحو یاد بگیرید. یه لغت دارید مهدی، یه لغت دارید مهدی، مهدی یعنی هدایت کننده، مهدی یعنی هدایت شونده. تمام اینایی که اسمشون مهدی، ما میگیم مهدی، اینا رو در اصل اگه بخوایم صرف و نحو عربی رو به کار ببریم، باید اینا رو بگیم مهدی، بلکه اینا هدایت شوندن، هدایت کننده در فقه شیعه یعنی امام دوازدهم. به همین دلیل به اون میگن مهدی غایب، یعنی هدایت کننده که غایب. البته خب این دروغه، یک بچه‌ای که در بچگی رفته تو سرداب غیب شده، حالا فرض کنیم که 1300 سال هم زنده مونده، حالا این بچه الان از آسمون بیاد زمین، چیزی حالش نیست، هواپیما رو به ترسه وحشت میره زیر زمین، قایم میشه هواپیما رو ببینه. اصلا با دانش روز هماهنگی نداره، مگر اینکه بگیم این آقای امام زمان همینطوری که قایم بوده حاضرم شده رفته همه کلاسای درسی دانشگاه رو خونده، الان عالم زمانه، اگه میخواد فرمانده دنیا بشه باید یک سواد جهانی داشته باشه، وگرنه نمیتونه باشه. حالا در زبان عربی یک واژه متهم داریم، یک واژه متهم. تو دادگاه یه نفر از متهمه، یه نفر از متهمه، یه نفر تهمت میزنه، یه نفر تهمت بهش وارد میشه. خب این باید صرف و نحو بدونی، باید یاد بگیری کدوم باشه. اما اگر شما وقتی که یک متهم آوردید، یه دادستان آوردید، دیگه بمیره، دیگه شما دردسری ندارید. اون دادستان رو چه بگید متهم، صحیحش بگید، چه متهم غلطش بگید، در مقابل دادستان رو دارید، اشتباهی نمیاد. یعنی آقای رضا شاه با اون فرنگستانی که آورد، با راهنمایی کرد، کاری کرد که یک نفر که میخواد فارسی حرف بزنه احتیاج به صرف و نحو عربی نداره. اما در جمع دوچار اشکال میشیم، مثلا مصلحت میشه مصالح، یا مثلا فرض کنیم که علم میشه علوم، یا مسجد میگه مساجد. اگر ما در فارسی یک همت کنیم مسجد رو جمعش بگیم مسجدها، اگر مدرسه رو جمعش بگیم مدرسه ها، اگر معلم رو جمعش بگیم معلم ها، مشکل اون حل میشه دیگه، اصلا نمیخواد صرف و نحو عربی رو یاد بگیریم. پس بنابراین لغاتی که وارد زبان فارسی شدن، همونطوری که جناب سوربی گفتن، به غنای زبان کمک میکنن. هر زبانی لغتهای خارجی طی دهها صدها واردش میشه. هیچ زبانی نیست، هیچ کشوری، هیچ ملتی نیست که به زبان خالص مثلا به قول ایشون 2000 سال پیش خودش حرف بزنه. همه زبانها مخلوط شدن، اصلا لغت گرفتن. اما این لغت ها باید اون دستور بدن اون تو، هی بگن تو اینجوری کن، اینجوری حرف بزن، اونجوری حرف بزن، اینجا رو بگو فتحه، اینجا رو بگو کسره، اون میشه مزاحمت. و این مزاحمت رو من فکر میکنم آقای رضا شاه با اون فرنگستان از بین بردن. اما از حالا به بعد چی؟ از حالا به بعد به نظر من، البته من هیچ مشکل، اگر ما بیایم لغات فارسی رو عامه پسند کنیم و بیاریم تو زبان، خوبه، بسیار عمالی. اما یه لغاتی رو بیاریم که معانیش، معنی اون لغت ها بسیار بسیار دشوار و مصطلح نباشه. هم مثلا من یک آقای شاهین نژاد یک کتابی نوشته به نام اندیشه های ایران شهری، بسیار کتاب جالبی است. من توصیه میکنم هر کس میخواد سابقه ایران رو بدونه بخونه. ببینید یه جایی اصلا میگه که میگه پادشاهی با سلطنت دو مقوله کاملا جدا هستن. یک سلطان که بعد از اسلام در ایران پیدایشون شد، مثلا سلطان محمود غزنوی، یک سلطان هر کاری که بخواد میکنه
ظلم بکنه، هر کی بخواد میکشه، دارایی هر کی بخواد میگیره، هر کی بخواد بهش زمین میده، زمیندارای قدیمی رو زمینا رو ازش میگیره، این کارا رو میکنه. این سلطانه، سلطه است، از سلطه میاد. ولی پادشاه یک مقامی است که یک وظایفی داره، یه تعدادی وظیفه داره، اون وظیفه ها رو باید به کار بره. حالا این وظیفه رو در اون کتاب به کار برده خیشکاری. من چون سیدیشو تو ماشین گوش دادم، دفعه دومه دارم گوش میدم، به پایان بردم تقریبا، دو دفعه گوش دادم، فکر میکنم باید دو دفعه دیگه هم گوش بدم تا دقیقا بفهمم. بعدی که دو دفعه دیگه هم گوش دادم، باید هر ماه یه دفعه گوش بدم، چون یه چیزاییست که باید بدون آدم. و بعد میگه که این پادشاه در ایران اصلا یک مقام اجرایی بود، یعنی یه قانونهایی بود، پادشاه اون قانونها رو اجرا میکرد، و اگر پادشاه اون قانونها رو خوب اجرا نمیکرد، بهش میگفتن تو دیگه پادشاه نیستی، بهش میگفتن فر پادشاهی در تو هست، تا وقتی که خردمندی و وظیفه شناسی این کارا رو میکنی. مثلا فرض کنیم که از قول، مثلا فرض کنیم که اردشیر، به قول خودشون اردشیر پاپکان، میگه مثلا فرض کنیم که قرار دولت به سپاه هست، یعنی سپاه اگه قوی باشه، محکم باشه، دولت سر جاش میمونه. قرار سپاه به خراج است، یعنی سپاه میمونه برای که دولت پول داشته باشه. پول دولت از کجاست؟ از خراج، از مالیاته. خراج از آبادانیه، یعنی اون مردم اون کشور باید آبادانی بکنن، باید مثلا فرض کنین که گندم زیاد به دستشون بیاد، گردو، بادام زیاد به دستشون بیاد، انگور زیاد به دستشون بیاد، تا بتونن خراج به دولت بدن. بعد میگه آبادانی از داده، یعنی اگه در کشوری ظلم بشه آبادانی نمیشه، اون رعیت به اندازه شکم خودش میکاره دیگه، بیشتر نمیکاره، برای که فکر میکنه که اگه مثلا انبارش پر مواد غذایی باشه، میاد یک حاکم محلی، یک سرباز محلی میاد میگیره، ظلم میکنه. پس مملکتی که داد توش نباشه، عدالت توش نباشه، آبادانی نمیشه. پس همینطور میاد میگه که اینا وظیفه شاهه که کاری کنه که در مملکت آبادانی بشه، رعیت، مردم راحت باشن. قانون میذاره پادشاه که هر روستایی اگر ده رو راه کرد رفت، کت خدا رو مجازات کنیم، برای که این کسی که روستا رو راه کرده رفته از فرط بیپولی، گرسنگی رفته، کت خدا باید به این کمک میکرد. کت خدا اگر کمک پولی که مثلا موجودی که در اختیار داشت، بودجه‌ای که در کافی نبود، باید از بودجه شاه بگیره. شاه میگه برید بگردید ببینید کی مرده که اون بازماندگانش بدون پول موندن، کی یتیم شده، کی مثلا زنیست که بدون شوهر، اینها رو بگردید، اینها رو از خزانه بهشون پول بدید. بعد میگه وای به حال شاهی که دنبال پول باشه، دنبال این باشه که پول جمع کنه. بدترین کار برای شاه اینه که پول جمع کنه. مثلا فرض کنیم که از جاهای مختلف مثال میاره، خیلی کتاب جالبه، میگه که کیخسرو با افراسیاب جنگید، چندین سال جنگیدن، بالاخره افراسیاب شکست خورد. کیخسرو گفتش که بیا من گنجهای کشورمو به تو میدم، تو دیگه از خطای من صرف نظر کن، دیگه نیا منو نکش، یعنی نه دیگه تا اینجا که شکست خوردم ول کن برو. کیخسرو میگه که من اون پول تو رو نمیخوام، برای که پول تو با ستم و دزدی و باجگیری از مردم، به زور از مردم گرفتی. این پول تو مثلا فرض کنیم که یک حاکمی که یه جایی بوده گرفتی، کشتیش، پولاش برداشتی، این پول با ظلم به دست اومده، من پولی که با ظلم به دست اومده من نمیخوام. ببینید این پادشاهه، میگه در جنگ، یک جنگی که با رومیا کردن، اینقدر کتاب جالبه که من همه رو به خاطر نسپردم که برای شما بگم، ولی توصیه میکنم، 35 دلاره با نوارش، یک کتاب گویاست، یک کتاب نوشتاریه، کتاب گویاش بسیار جالبه، تو ماشین میذارید گوش میدید، هر وقت خواستید میزنید رو اخبار، دوباره خبر تموم شد میره مثلا رو آگهی، میخواد برید بقیه رو گوش بدید، میزنید روی سی دی، بقیهش میاد، یعنی نمیره از اول. شما اگه مثلا فرض کنید که فقط این سی دی که گذاشتید همیشه دنبالش میاد، فقط وقتی میره از اول که شما بخواید این سی دی رو در بیارید، یه سی دی موزیک گوش بدید،
و اگه سی دی موزیک گوش بدین این سی دی دیگه میره از اول، ولی تا این سی دی سر جاش دست نخورده صد بارم خاموش روشن بشه بقیهشو میگه، بر نمیگرده اول. و خیلی جالب از این بابت شادم همه سی دی ها اینطوریه، من توجه نکردم، ولی همیشه نگران بودم که تا بزنی میره دوره از اول، و وقتی که میره از اول شما مشکل دارید، چون من اینجا یه دونه سی دی پلیر رو میزم دارم که میتونم مثلا یک سی دی رقص و موزیکی رو بذارم، منتها تا قطعش میکنم میخوام دوباره بذارم میره از اول، یعنی هر دفعه باید از اول بذارم. یا مثلا اگه میخوام قسمت پنجمشو بذارم باید مثلا 10 دقیقه گوش بدم، حالا 10 دقیقه نه، مثلا باید 4 دقیقه گوش بدم تا اون قسمت هایی که رفته، و این وقت من و وقت شما رو تلف میکنه، نمیشه. و این کتاب اینجوریه و دقیقا نشون میده که پادشاهی در ایران چجور بوده. حالا از لغت رفتیم به اینجا، در بعد از اینکه اسلام اومد، اسلام سرزمین هایی رو گرفت، درست؟ این سرزمین هایی که گرفت، در بیشتر این سرزمین ها زبانشون شد عربی، مثل کجا؟ مثل سوریه، اردن، عراق، مصر، لیبی، سودان، الجزایر، تونس و جای دیگه. حالا تونس گفتم یاد افتاد، داریوش شاه رفت تونس یا کارتاژ رو گرفت، یعنی در زمان داریوش شاه نیمه، یعنی قسمت شمال اروپا و ببخشید قسمت شمال افریقا، یعنی مصر و سودان و مثلا تونس، لیبی، اینا جزء ایران بوده، به علاوه ترکیه فعلی که جزء ایران بوده، به علاوه قسمت‌های یونان، قسمت‌های از شمال دریای مدیترانه جزء ایران بوده. یعنی این حالا مثلا افتخاری نیست دیگه، اون زمان جهان به دو کشور تقسیم می‌شده، یعنی تا قبل از اسلام همیشه جهان دو قطبی بوده، اون قدیم در زمان هخامنشیان ایران بود و یونان، بعد یونان ابی رفت تحت سلطه روم قرار گرفت. دانشمندان اروپایی، فیلسوفای اروپایی حسرت می‌خورن که چرا یونان جزء ایران نشد، چرا جزء روم شد. اگه جزء ایران می‌شد بسیار و جهان وضع بهتری پیدا می‌کرد، نه اینکه یونان یا ایران وضع بهتری پیدا می‌کرد، بلکه جهان وضع بهتری پیدا می‌کرد. ببینید گفتن از گذشته‌ها نباید باعث غرور بشه. ما امروز هیچی نیستیم، ما امروز یک ملت شکست خورده، گول خورده، رویا زده، خیال بافت هستیم، چیزی نیستیم. ولی اون گذشته رو نباید ندید بگیریم. در اون گذشته دو تا کشور بود یک زمانی، ایران و یونان. ایران بردهداری رو ممنوع داشت، هر کس کار میکرد میگفتن باید مزدشو بدیم. در یونان بردهداری بود. یعنی بردهداری بود چطوری بود؟ یعنی نمیرفتن برده بخرن که، بلکه مثلا فرض کنیم که مثلا از یونان میرفتن این ایالت پهلویی رو میگرفتن، تصرف میکردن. وقتی تصرف میکردن اون حاکم اونجا و خانوادهش و مردم اونجا میشدن برده یونان. حاکمه میگه من حاکم اینجا، اینجا مال منه، شلاق. آقا چرا میزنید اینجا؟ من حاکم اینجا، این خونه منه، شلاق. چیکار کنم که نزنید؟ برو بیل بزن باخچه رو. این میشه برده‌داری. تمام ترقی روم و یونان بر اساس برده‌داری بوده، یعنی زشت‌ترین کاری که اتفاق میتونه بیفته یک انسان یک انسان دیگر رو مثل حیوان باش رفتار کنه، در حالی که در ایران همه آزاد بودن. حتی اون یک پادشاه ایرانی میاد، این داشتم میگفتم که داریوش رفت، انقدر مطلب زیاده میبخشید از این شاخ آدم میفره اون شاخ. داریوش رفت کارتاژ رو گرفت، کارتاژ همون جاییست که الان بهش میگن تونس. کارتاژ یک سرداری از کارتاژ رفت روم رو گرفت، اگر میتونست ادامه بده. الان مثلا فرض کنید که روم بین رفته بود، تمدن مال تونس بود که کارتاژ بهش میگفتن، ولی رومیا به هر حال اون سردار کارتاژی رو شکست دادن دیگه، اینقدر باهاش مبارزه کردن، جنگ و گریز کردن، فرار کردن، گولش دادن، فلان کردن، بالاخره شکست شدن و
در اونجا وقتی داریوش رفت اونجا دید اونها یه خدایی دارن، یه مجسمه خدایی دارن. این مجسمه خدا هر مدتی یک پسری رو میبرن جلوش قربانی میکنن. ببینید اونجا در اونجا تاریخ گفته میشه که داریوش میتونست اینو ندید بگیره، بگه به من چه که جوان ایرانی رو که نمیبرن اونجا بکشن، که جوان تونسی رو میبرن اونجا میکشن، من چه کاری دارم؟ دستور داد این رسم ممنوع بشه، در حالی که نویسنده کتاب شاهین نژاد میگه که ممکنه که باعث شورش کارتاژیا میشد، باعث میشد که بریزن و سربازا و سردارای ایرانی رو بکشن، ولی داریوش شاه براش انسان انسان بود، گفت نباید من اجازه بدم که یک پسری رو بکشن به خاطر اینکه یه مجسمه خونش بریزن پای مجسمه، به خاطر یک کار بیهوده‌ای اینو بکشن. ببینید چه جور آدمایی بودن، در حالی که منطقی اگر سلاح اندیشی بود منطقی بود که بگن آقا اصلا شما این موضوع رو ندید بگیرید، بذارید هر غلطی میخوام بکنم بکنم. یک خراجی از دولت روم گرفت، یکی پادشاهان ایران اون خراج رو 10,000 سکه از اون خراج رو بین کشاورزان فقیر روم تقسیم کرد. بریم سر مطالب دیگر. اجازه بدید برنامه رو با این قسمت بررسی مطالب رو با این عکس شروع کنیم. این خانم، بریم پلوش ببینیم که کی هستن چی نوشتن. نوشتن شیرین رجایی، گوینده خوش صدا و مسلط CBS. بعد میگه که من با اعتماد و خودباوری به دنیای رسانه‌های آمریکایی قدم گذاشتم. یک گوینده موفق و مسلط و خوش صحبت و زیباروی ایرانی، افتخار می‌کنیم بهش. دیکتاتور کینه‌ای و ترسو، مقاله ای از آقای مهدی سرخیز. حالا یه سرخیز دیگه هم توی ایران هست که گرفتنش، عیسی سرخیز. اون من مهدی سرخیز که نسبتی با اون داره، به هر حال ایشون نویسنده این مقاله هستن، عکسشون رو بزرگتر میکنم، ایشون هستن. من یه تیکای از این مقاله رو علامت گذاشتم که برای شما بخونم. عنوانش یادتون مون دیگه، دیکتاتور کینه‌ای و ترسو. او که بعد از شروع گفتگوها بارها، او منظورش آقای خامنه‌ای، او که بعد از شروع گفتگوها بارها در مقاطع مختلف اظهار کرد هرگز به این گفتگوها خوشبین نیست و به همراه یارانش در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکرد، اینک پیشبینی خود را به عنوان رهبر سیاسی جمهوری اسلامی ایران شکست خورده دیده و این احساس شکست باعث نیاز به قدرت نمایی احتمالاً بسیار بیشتر از گذشته خواهد شد. همچنین بعد از اینکه هیچ یک از خط قرمزهای او مانند ننشستن بر سر یک میز با مسئولان امریکا رعایت نشد، تا جایی که مسئولین دو کشور حتی با همدیگر به نشانه دوستی و احترام دست دادند، اینک به شدت احساس ضعف در قدرت می کنند که این برای اشتهای سیری ناپذیر قدرت در علی خامنه ای به معنای چیزی نیست جز شروع قدرت نمایی. ببینید درست میگه دیگه، کاملا صحیح. ببین آقای خامنه‌ای در واقع شکست خورد، چون از اول گفت من با این مذاکرات مخالفم، به نتیجهش خوشبین نیستم، به امریکایی‌ها نمیشه اطمینان کرد، من اجازه دادم حرف بزنم ولی میدونم که این حرفا بی خوده. بعد که این حرفا بی خود نیست، به یه نتیجه رسید، برجام تهیه شد
برنامه جامع اقدام مشترک. بعد خط قرمز گذاشت، گفت تا اینجا صحبت کرده به این نتیجه رسید دیگه از این به بعد با هیچ امریکایی صحبت نکنیم. بعد فردا دیش هیئت ایرانی رفته اروپا، حالا یک کشور اروپا، با نمایندگان امریکا و نمایندگان کشورهای اروپایی و نمایندگان سوریه و نمایندگان عربستان سعودی دارن صحبت میکنن. و در اونجا نماینده ایران آقای ظریف، سرپرست هیئت نمایندگی ایران، با سرپرست هیئت نمایندگی عربستان سعودی دعواشون شد. و البته دعوا به کتککاری نبود، ولی دعوا به حرف بد گفتن، به هم بدی گفتن. ولی خب صحبت کردن با انگلیسی ها، با امریکایی ها، با همه صحبت کردن. خط قرمز های آقای خامنه ای شکسته شد. ولی لذا وقتی که شکسته شد، پس هم پیشبینیش غلط در اومد، هم خط قرمز ها شکسته شد. همین که آقای روحانی وسط مذاکرات وقتی فهمید آقای خامنه ای میخواد بره فرمان قطع مذاکرات رو بده، گفت من استعفا میدم، الان استعفا میدم. رئیس جمهور قبلا، هیچ رئیس جمهوری جرئت نمیکنه به رهبر بگه من استعفا میدم. این گفت من استعفا میدم. ببینید خانم آقای، این اختلافی که بین این گروه هست، این اختلاف واقعیه. نگید برنامه است. این که بگیم برنامه است، این بزرگترین سرپوش برای تنبلی فکری خودمونه. باز تکرار میکنم، اونایی که میگن اینا برنامه است، اونایی که میگن اینا سناریوه، اینایی که میگن اینا جنگ زرگریه، بر سر تنبلی فکری خودشون یک سرپوش میذارن. اون سرپوش اینه که اینا همش برنامه است. بابا فکر کنی آخه چجوری میشه رئیس جمهور بره به رهبر بگه من استعفا میدم؟ اگه تو بگی این برنامه رو به هم بزنید من استعفا میدم، یعنی به زور از رهبر میخواد که نظرش رو عوض کنه. رهبر میگه عامل نفوذی امریکایی آمد، عامل‌های نفوذی رو بشناسید، عامل‌های نفوذی رو بگیرید. به این بهانه میخواد سپاه بره هر کی میخواد بگیره، بگه عامل نفوذیه. رئیس جمهور میگه آقا رهبر گفت نفوذ، این شما هر کی نمیتونه اسمش رو بذاره نفوذ، اینه بگیرید بگید نفوذی، اونه بگیرید نفوذیه. این که نمیشه که، این درست نیست که. رهبر گفت مجلس خبرگان باید همه کارا دستش باشه انتخابات. رئیس جمهور گفت آقا مجلس خبرگان از اول گفتن ناظره، در دوره اول در زمان آقای خمینی این مجلس فقط نظارت میکرد، حالا میاد میگه این حق صلاحیت داره، اون حق صلاحیت نداره. این که نمیشه که یک جنایی رو همه کاندیداش بگن صلاحیت نداره، یک جنایی رو همه کاندیداش بگن صلاحیت داره. یعنی هرچه آقای خامنه‌ای میگه بر علیش هم عمل میشه هم گفته میشه. یک مقاله است از مجله میراث ایرانیان آقای دکتر شاهرخ احکامی، سالهاست این مجله رو می‌نویسن، یه مقدار کمک مالی میشه، من خودم آبونمان میفرستم و ایشون البته مثل که درست چیز نداره، یعنی کنترلی بر آبونمان ها نداره، هر یه مدت یه نامه برام میفرسته که آبونمانتون رو بدید، البته میگه اگه فرستادی این نامه رو ندید بگیرید. من مجبور میشم برم چک هایی که فرستادم نگاه کنم ببینم کی چک، چون سالانه است دیگه، یه سال نشه. میرم سه ماه پیش من چک فرستادم، ولی خب ایشون خب دیگه محبت داره. حالا در این شمارش یه مقاله داره، من یه تیکایی از این مقاله رو علامت دادم که برای شما بخونم. تیتر مقاله هست سوم شهریور 1320 روزی ننگین در تاریخ ایران، دکتر هوشنگ گیلک اینو نوشتن. دکتر هوشنگ گیلک یک پزشکی هستند که الان بازنشستن، خانمشون هم بازنشستن و در محافل ادبی و هنری شرکت میکنن، گاهی بنیانگذارن، زحمت میکشن، ساکن شهر اوستون هستن، از آدمای خیر دانشمند و با سابقه این شهر هستن. بالاخره آخرین آنان احمد شاه که شاید بتوان او را یکی از نالایقترین پادشاهان دانست، او به هیچ چیز جز به سود خود فکر نمی کرد. برای انتصاب وثوق الدوله، محبوب و نوکر انگلیسا، به نخست وزیری
از دولت انگلیس درخواست ماهیانه 15,000 تومان نمود. خب توجه کردی چی شو؟ دولت انگلیس به آقای احمدشاه میگه که آقای احمدشاه شما وثوق الدوله نخواست وزیر کنی. حالا وثوق الدوله کیه؟ حالا من توضیح میدم که وثوق الدوله کیه و چی کار کرد. حتما میدونید منتها تکرار میشه براتون. برای منم تکرار میشه. آقای احمدشاه بهش از طرف انگلیس پیغام بهش میدن که شما وثوق الدوله نخواست وزیر کنی. آقای احمدشاه میگه حرف نیست، من وثوق الدوله نخواست وزیر میکنم، اما شما ما 15,000 تومان به من حقوق بدید. ببینید چیه معنیش رو میفهمی؟ پادشاه ایران به دولت انگلیس میگه به من حقوق بده. بابا تو پادشاه ایرانی، باید منافع ایران در مقابل انگلیس دفاع کنی. تو وقتی حقوق از اونا بگیری میشه نوکر اونا که، پس چجور پادشاه ایرانی؟ آخه تو مردی که از ایران به عنوان پادشاه حقوق میگیری، مگه تو چیکار میخوای بکنی؟ مگه میخوای طلا بخوری؟ حالا وثوق الدوله کیه؟ چرا انگلیسی ها میگم وثوق؟ ببینید دولت روسیه تزاری و دولت انگلیس یه قرارداد بستن به نام قرارداد 1907. این قرارداد 1907 یه قرارداد بود که بدون اطلاع دولت ایران اونا اومدن. حالا کی اینو بستن؟ 1906 قانون مشروطه امضا شده. 1907 یعنی یک سال بعد از مشروطه اون قانون رو اینا بستن، چون که فهمیدن این مشروطه چیزیست که، ببینید اینجوری من رو براتون میگم، مشروطه یک برنامه بسیار پیشرفته‌ای بود، منتها ملت آنچنان پیشرفته نبودن. ببینید اینجوری بهتون میگم، مثلا فرض کنید که یک دونه ماشین مثلا توربینیه، نمیدونم لامبرگینی رو بذارن جلو خونه من، من نمیتونم اینو ببرم. نه اینکه این ماشین عقب مونده است، این ماشین بسیار پیشرفته است، ولی من بلد نیستم این رانندگی کنم. یا یک دونه هلیکوپتر بذارن جلو خونه من، هلیکوپتر خیلی وسیله پیشرفته خیلی خوبیه، اما من اینقدر پیشرفت ندارم که با این هماهنگ باشم. مشروطه خیلی خوب بود، ولی مردم ایران اینقدر پیشرفت نداشتن که با این جور باشن. ببینید من این مثال رو گفتم، تکرار میشه، بد نیست تکرار بشه. در مصر ملک فاروق پادشاه بود، با رأی مردم که نیومده بود که. بعدش جنرال نجیب اومد کودتا کرد، حکومت رو به دست گرفت، با رأی مردم که نیومد که. بعدش جنرال ناصر عبدالناصر اومد، اون حکومت رو به دست گرفت، اونم که با رأی مردم نبود که. ناصر سکته کرد، مرد، بعدش گفتن کشتنش. بعد آقای بله یک نخست وزیر دیگه، رئیس جمهور دیگه اومد که حالا اسمش یادم میاد میگم بهتون، اومد اون رئیس جمهور شد، اونم که از طرف مردم نبود که. بعد اون کشته شد، خالد استانبولی در رژه ارتش بهش تیراندازی کرد کشتش. بعد آقای حسنی مبارک اومد رئیس جمهور شد، اینم با رأی مردم نبود. بعد بهار عربی شروع شد، دولت‌های غربی تحریک کردن مردم رو که بریزید و رأی بدید، خودتون رأی بدید، خودتون حکومت انتخاب کنید. اومدن در مصر به آقای محمد مرسی رأی دادن که رئیس جمهور بشه. محمد مرسی نفر شماره دوی اخوان المسلمینه، یعنی مردمان مصر به یک حکومت مذهبی رأی دادن. بعد که حکومت مذهبی اومد سر کار، مردم دیدن این حکومت مذهبی بسیار اشتباه کردن که به این حکومت مذهبی رأی دادن. این حکومت مذهبی آدمی رو که رفته به تروریستا تیراندازی کرده، این آدم رو استاندار منطقه تروریستی مصر میکنه. ای بابا، این که رفته تروریستا رو کشته که، تو کارنامهش اینه که تیراندازی کرده به تروریستا. حالا شما چجوری این رو استاندار اونجا میکنید؟ مردم بر علیه آقای مرسی تظاهرات کردن، اسلامی ها اومدن مردم رو زدن، بدجور زدن، ارتش اومد تو کار، آقای محمد مرسی رو زندانی و محاکمه کرد و آقای عبدالفتاح السیسی شد رئیس جمهور. پس این نشون میده که ملت مصر
با اون همه سابقه تاریخی هنوز آمادگی دموکراسی رو نداره و ملت ایران هم نشون داده در توی تاریخش، در طی تاریخ ایران دو بار دموکراسی بر ایران کاملا برقرار شد، یک زمان بعد از انقلاب مشروطه در زمان پادشاهی احمدشاه، یعنی بعد از اینکه محمد علی شاه رفت اومد به اصطلاح بار دوم دموکراسی برقرار شد، بار اول مشروطه اول را آقای محمدشاه با توپ بستن مجلس هم بین برد، بار دوم با قیام مردم که در قهرمان اونا ستارخان و باقرخان بودن، بعد آقای بختیاری اومدن و بعد از شمال اومدن، بعد یه پروبخان ارمنی در تهران بسیاری کمک کردن تا اینکه دوباره محمد علی شاه از ایران بیرون کردن، این بار محمد شاه شد و دموکراسی واقعی شد. منظور در این دموکراسی واقعی شاه استاندار تعیین میکرد، میگفت چقدر میدی؟ داییش گفت من میگم استاندار خراسان. گفت دایی جون این مقام 100,000 سکه طلا ارزششه، یک نفر دیگه میخواد 100,000 دلار بده من اینو به تو بدم، چون دایی منی 60,000 تا به تو میدم. تبدیل شد ایران به ملوک و توایفی، یعنی دموکراسی لیاقتش برای مردم ایران نبود، زود بود ملوک و توایفی شد. بعد رضا شاه اومد، رضا شاه اومد تا محمد رضا شاه پادشاه شد. محمد رضا شاه که پادشاه شد دموکراسی دوباره برقرار شد، روزنامه ها در اومدن به رضا شاه بدی میگفتن، به محمد رضا شاه رو اوائل احترام میذاشتن، محمد رضا شاه رو خیلی دوست داشتن، ولی بعد یواش یواش حزب توده قدرت گرفت و قصد ترور شاه کرد و بعد شروع کردن به محمد رضا شاه بدی گفتن و مسخره کردن و مصدق دوباره دموکراسی از بین رفت و هنوزم که هنوز نیست. ببینید خانم آقایون 10 دفعه اینو بگم نرنجید، در شهری که من زندگی میکردم شهر قزوین انتخابات آزاد 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 آزاد، یعنی من اگه اسم پرویز مینوی اون موقع مثلا سنم اگه رسیده بود میرفتم میگفتم من میخوام نماینده مجلس بشم، اسم منو میذاشتن جزء اون لیست، ولی من سنم نمیرسید. اگه پدر من میرفت میگفت من حسین مینوی میخوام نماینده مجلس بشم، اسمش رو مینوشتن جزء کاندیداها. حالا ما باید فعالیت میکردیم به همه میگفتیم رای بدی به آقای حسین مینوی، ولی مردم رفتن به دوتا آخون رای دادن، یکی آقای صفایی امام سفید بود، یکی آقای شیخ جوادی امام سیاه بود. مردم رفتن دوتا آخون تو این شهر ما، شاید اون زمان مثلا 50 تا دکتر و پزشک بود، مثلا شاید 20 تا داروساز بود، چند تا وکیل دادگستری بود، چند تا قاضی تحصیل کرده بود، چند تا مهندس تحصیل کرده بود، همه رو ول کردن رفتن دوتا آخوندی که دوتا من میگرفتن میامدن روزه میخوندن اینا کردن نماینده مجلس. پس ما لیاقت دموکراسی رو نداشتیم، مثل مصری ها که نداشتن، حالا نه الان داریم یا نداریم نمیدونم. در ایران قبل از اسلام حکومت نخبگان بود، گفتن بهترین ها رو پادشاه کنیم، نه اینکه رأی بدیم هر کی بیشتر رأی آورد. حالا این مقاله رو باز بقیه چون دو سه قسمت دیگه هم داره. وثوق الدوله وزیر خارجه وقت به روس و انگلیس قول داد که یه تیکه دیگه قبل از این باید بخونم. حالا احمدشاه پادشاه، حالا ببینیم چه اتفاقات در ایران میفته. دولت ایران با شخصی به نام ویلیام مورگان شوستر قراردادی برای این موضوع برای مدت 3 سال امضا نمود و این کار با مخالفت شدید روسا مواجه کرد و با تحریک انگلیس که آنها هم رضایتی به چنین کار نداشتند. ببینیم یعنی چی؟ یعنی دولت ایران یک کارشناس اقتصاددان امریکایی رو استخدام کرد. یعنی بهترین کار اینه که اگه یه هلیکوپتر گذاشتن در جلو در خونه من و من اگه میفهمم که من قادر به رانندگی این هلیکوپتر نیستم، بهترین کاری که میکنم اینه که یه نفری که به هلیکوپتر وارده استخدام کنم، بگم آقا من به تو ماهی اینقدر میدم، تو به این هلیکوپتر رو برای من برون، من میشینم توش، میگم برو فلان جا، تو برای من ببر. حالا دولت ایران هم دید افرادی نداره که مالیات ایران رو، سیستم مالیاتی رو مرتب و منظم کنن، رفت ویلیام شوستر استخدام کرد که کارشناس
دارایی بود، کارشناس اقتصادی بود، گفت تو بیا امور مالیات منو مرتب کن، منظم کن. دولت روس گفت نه، حق ندارید یه امریکایی استخدام کنید. دولت انگلیسی هم دنبالش فایتاد. میبینید ما چقدر بدبخت بودیم؟ ما یک دولت ایران یک کارمندی رو استخدام میکنه، دولت روس انگلیس میگن شما حق ندارید این استخدام کنید. حالا این بعدش چی میشه؟ موسوق و دوله وزیر خارجه وقت به روس و انگلیس قول داد که وضع شوستر از راه مجلس خاتمه خواهد داد و با ارائه لایحه‌ای او را از کار برکنار خواهد نمود و در مجلس تعداد لازم از وکلا را در اختیار دارد. هنگام ارائه لایحه با دست خود به بیگانگان بدهیم. ببینید نماینده پاشد گفت شاید اراده خداوندی برای این است که آزادی ما رو بگیرد. البته اون نماینده یه ذره فکرش بالاتر بود، گفت ما نباید آزادی خودمون از دست بدیم، ما باید به قیمت جانمونم شده آزادی خودمون حفظ کنیم. ولی چون خرافاتی بود، مذهبی بود، گفت شاید اراده خداوند برای این است که آزادی ما رو بگیرد. چرا؟ خداوند به مردم انگلیس آزادی بده، به ما نده. ما که میگیم خدا شیعه رو فقط میبره بهشت، خدا مسلمان ها رو قبول داره، غیر مسلمان ها رو قبول نداره. خب انگلیسی ها که یا مسیحی هن یا اصلا دین ندارن، که چجوری به اونا آزادی داده؟ خداوند ارادش برای این شده که آزادی رو از ما بگیره. به حال نماینده بسیار روشن فکر بوده نسبت به بقیه. گفته شاید اراده خداوندی بر آن است که آزادی رو از ما بگیرد، ولی ما نباید به دست خودمون بدیم. یعنی ما نباید اجازه بدیم که روسا و انگلیسی ها بیان ویلیام شوستر رو از کشور ما بیرون کنن. شوستر ادامه میدهد که 76 نماینده مجلس از گروه های مختلف هنگامی که نام آنان خوانده میشد از جا برخواسته و بر علیه لایحه دولت رأی دادند. حالا تیکه آخرش میخونم. شوستر برای جلوگیری از خونریزی و کشته شدن مردم بیگناه تصمیم میگیرد که از پست خود استعفا دهد، اگرچه مردم و نمایندگان آنان پشتیبانی خود را از وی اظهار داشتند. دوباره همین مقاله رضاخان در تاریخ 11 ماه مارچ 1878، تاریخ میلادی ها 1878، در قریه آلاشت از توابع سوادکوه استان مازندران به دنیا آمد. پدر و پدر بزرگش در ارتش ایران خدمت میکردند. پدر بزرگ در محاصره هرات در سال 1856 کشته شد. خانوادهش پس از مرگ پدرش به تهران کوچ کردند که در آن زمان رضا 7 یا 8 ساله بود. در نوجوانی وارد خدمت قزاقی شد. ببینید پس پدر بزرگش مرد، پدرش هم مرد، یعنی پدر و پدر بزرگش در جنگ ها کشته شدند. پدر بزرگش در جنگ هرات کشته شد، پدرش. پس رضا خان یک بچه 7 ساله یتیم بود که مادرش برش داره آورد تو تهران. پس پولی برای تربیت این نداره. اون موقع هم تربیت، اون موقع هم یادتون باشه که کسی که میرفت مدرسه مکتب خونه میرفت. مکتب خونه یک کتاب فکر میکنم 40 صفحه‌ای بود به نام امجوز. بخش هایی از قرآن رو، سوره های کوچیک قرآن اون تو بود. اون آخونده یا خانم آخوند یا آقای آخوند میخوند، بچه ها تکرار میکنن. گروه های مختلف بودن، مثلا یک گروه هنوز بخش اول بودن، یک گروه بخش سوم بودن، یک گروه بخش پنجم بودن. اون گروه اولیا اول آخوند الف و ب و اینا رو یاد میداد، الف تو زبر بن و دو زیر بن و دو پیش بن، اینجوری یاد میداد
که مثلا با دو الف اگه دو تا زبر داشته باشه بهش میگن ان، اگه دو تا زیر داشته باشه ان، اگر دو تا پیش واف داشته باشه براش اون میگن، یا به همینطور. و کسره و فتحه و ضمه و اینا رو یاد میداد، بعد میرفت رو قرآن میخوند، این بچه ها تکرار میکردن تا یاد میگرفتن. وقتی این تموم میشد اون بچه فارغ التحصیل شده بود، یعنی اون بچه هایی که از مکتب در میامدن دیگه درسشون تموم شده بود دیگه، همه جز و بلد شده. حالا نه جغرافیا، نه تاریخ، نه حساب، نه هندسه، نه هیچی هم بلد نبودن، فقط همه جز یاد گرفتن، خوندن نوشتن یاد گرفته بودن. حالا اگر پولدار بودن که معلم سرخونه میگرفتن ادامه میدادن، اگر میخواستن برن مدارس مذهبی میرفتن مدرسه مذهبی، یعنی مثلا حوزه های علمیه، اونا بهشون پول هم میدادن، اتاق هم میدادن، درس میدادن. حالا اونایی که بچه هایی که از مکتب میامدن بیرون، شاید 3%شون پدر مادرای پولدار داشتن، شاید هم کمتر، شاید 2-3%شون میرفتن حوزه علمیه، 95%ش با همون سواد جزئی وارد جامعه میشدن. پس مردمان جامعه، اگر مردمان جامعه بهشون میگفتیم مثلا ناپلون بناپارت، میگفتن کیه؟ اگه میگفتن داریوش، میگفتن کیه؟ اگه میگفتن امروز یه جا بودم گفتم کش قبول میکنی، به شوخی گفتن، گفتن کش قبول میکنی، یارو گفت کش چیه؟ کش چیه؟ گفت یه ماهی معلم داشتی میگفت که اینقدر کارتای اعتباری و چک و اینا میاد بینون که دیگه در 100 سال آینده هیچ کس کش پول تو جیبش، پول نقد یعنی نداره، این پول نقد اصلا مفهومی نداره. حالا شوخی میگه، البته شاید هم مثلا میشه تا یه حدودی اینجوری بشه، مثلا خب خیلی جاها می نویسن اصلا پول نقد قبول نمی کنیم، یا چک بده یا کردیت کارت بده. مثلا شما وقتی از هواپیما خرید میکنی هیچ وقت پول ازتون قبول نمی کنن. شما بگیم مثلا من دو تا ساندویچ میخوام، میگه مثلا اینقدر کردیت کارت باید بدید تا چارج کنم، یا دبیت کارت. به هر حال کردیت کارت یعنی بانک به شما اعتبار میکنه، شما میتونید مثلا 1000 دلار خرج کنید، سر ما پولشو ببرید به بانک بدید، صاف کنید. یعنی بانک در این مدت به شما قرض میده، شما استفاده میکنید، شما قرضتون رو به بانک پس میدید، اگرم یه بخشیشو بدید بعد ازتون بهره میگیره. الو، گوشی. بسیار جالب بود خانم مهرنگیز جانشاهی عزیز، بفهمید خواهش می‌کنم. بعد از این برای اینکه ما خط آزاد که نداریم، بله، می‌تونیم اون چی که تو دلمون هست بگیم. اینی که مطلبی در رابطه با همون برنامه اول شما، بله، من الان دارم، اینو پیدا کردم الان، گفتم این بعد نیست تو این برنامه براتون بگیم. خیلی مالیه، خیلی مالیه، یه کوتاست، خیلی کوتاست. خواهش می‌کنم ازتون، در مورد عرب زدائی. بله، نظم و نثر ما آلوده به واژه های تازی است. زبان عربی زبانی استوار و گاه اشعارش بسیار شیواست. بعد من این صدای تلویزیون کم کنم؟ بله لطف کنید. بله، باقی میشه صدا؟ بله. از اولش مشهود بود؟ بله مشخص. کسی را سر جنگ با آن زبان نیست، ستیز با میمانان ناخوانده این واژگان تازیست که با تیغه شمشیر به زبان نیاکان من آویخته‌اند. آیا واژگان استنباط، استکاک، اضمحلال، تداخل، تجاهل، افتراق و بسیاری واژه های دیگر تازی نیستند در نظم و نثر آمده و گاه آنها را از روانی و زیبایی انداختند؟ آیا نباید بکوشیم تا واژه های همپایی آنها را در فارسی دست کم گام به گام به کار گیریم و آنگاه این میمونان دیرپای سرسخت را از خانه ایران زمین به خانه هایشان بازگردانیم؟ زبان شناسنامه و سند یک پارچگی
به خانه هایشان بازگردانیم. زبان شناسنامه و سند یک پارچگی یک ملت است. ببینید بگید اون وقتی که خیلی مشکله. ما یک دونه استادی داشتیم در دانشگاه به ما بهداشت آموزشگاهی درس میداد. آقای دکتر نصیر بود یا بصیر بود یا نصیر بود، یه همچه اسمی داشت. بعد یک کتابی داشت که ما باید اینو میخوندیم. باور کنید، باور کنید، پنج نفری میشستیم. اولا که کتاب نمیتونستیم بخریم، باید مثلا از روش با اون موقع فوتوکپی که نبود که، باید کاغذ رو قسمت میکردیم، میگفتیم پنج صفحه شو من، پنج صفحه شو تو، پنج صفحه شو اون. کاغذ میذاشیم مثلا کپی میذاشیم به زور با مداد مینوشیم که مثلا شیش ورق کپی بشه. بعد مینوشتیم، بعد اون وقت میخوندیم برای هم دیگه که بفهمیم چیه. نمیفهمیدیم چی میگه. آخه لغتای فارسی عجیب غریب. ببینید ببینید الان مهمترین درد ملت ایران چیه؟ تکرار میکنم سوالم، مهمترین درد ملت ایران چیه؟ به نظر من مهمترین درد ملت ایران تسلط یک مشت آخوند اسلامی است بر کشور ماست. ما بخشمون مسلمانی، بخشمون زردشتی هستیم، هر دینی داریم. حکومت نباید دینی باشه و افراد دینی، نه افراد مثلا خواخواه یهودی یا مثلا فرض کنیم که موبد های زردشتی، افراد دینی که تخصصشون دینه نباید حکومت دخالت بکنن و دین هم نباید قانوناش باشه. الان ما متاسفانه یک این آخوندها مثل دوالپا توی کتاب های قدیم می نوشتن که آرو مثلا یه پیرمردی بود ضعیف و نحیف و می گفت من سوار کولت بکن، تا سوار کولی آرو می شد گردنش صفت می گرفت، پاش دور کمرش می گرفت، دیگه مثلا سه ماه رو کله اون را می رفت. این نمیتونست اینو خواب و بیداری این به کلش از بود، هر جایی میرفت باید میرفت، هر چه قضا میخورد باید به اینم میداد. حالا آخونده اونجوری به ما سوار شدن. اصل هدف ما اینه که این آخونده بیفتن. حالا در کنار این آقا یک کمی هم در پالایش زبان فارسی کار کردیم، خیلی بسیار هم خوبه، ولی هدف اصلیمون اون نباشه. هدف اصلیمون بر کنار زدن آخونده باشه. خب یه جای دیگه اومده که اون مدارج ارتشی را به سرعت پیمود و به درجه میرپنجی یعنی سرتیپی رسید. در این کام به تدریج از روس ها دوری گزید. پیشرفت های ارتشی او جلب نظر دو تن از جنرال های انگلیسی را نمود، جنرال ادموند آیرونساید و جنرال هنری سمایت. پس تکرار میکنم، این دو تا رو یادتون باشه، دو تا جنرال انگلیسی به پیشرفت‌های آقای رضاخان، سرتیپ رضاخان خیلی توجه نشون دادن. این دو تن عبارت بودند از جنرال ادموند آیرونساید و جنرال هنری سمایت. شناسایی دو نفر برای رضاخان فواید بسیاری در بر داشت و راه را برای پیشرفت آیندهش باز نمود. پیر بله یک لغتی است که بد نوشته شده، ولی فکر کنم پیروزی است. پیروزی که باعث استقرار کامل وی گردید، حمله او به تهران و کودتای دوم فوریه 1921 بود. 1921 یعنی 1906 مشروطیت تموم تصویب شد، 1621 یعنی 15 سال بعد از اعلام قانون مشروطیت این گودتا اتفاق افتاد. من در این گودتا یه مقدار توضیح بدم مردم. ببینید انگلیسی ها از اینکه در ایران ملوک و توایفی شده بسیار ناراحت بودن، چون انگلیسی ها تاجر بودن، از اون طرف اونجا هندوستان بود، اینجا انگلستان بود، اینا میخواستن کالاها، نامه ها، سیمای تلگراف، میخواستن از لندن سیم تلگراف داشته باشن تا هندوستان. این سیمای تلگراف باید امن می بود. این سیمای تلگراف از ایران می رفت، از لرستان و کوه بختیاری عبور می کرد می رفت. انگلیسی ها می خواستن امن باشه، کالاهاشون از اینجا وارد کنن، از اونجا صادر کنن، برعکس از هندوستان بیارن، از این من
صادر کنه. البته یک سری با کشتی میرفت ولی یک سری هم با خشکی بود، اینا لازم بود مسافرت کنن. اینا در هر صورت انگلیسی ها دوست داشتن که در ایران یک دولت مقتدر بیاد رو کار. لذا به این آقای سید ضیاءالدین طباطبایی که نوکر انگلیسی ها بود، البته سید ضیاءالدین طباطبایی هم کشورش دوست داشت ولی خودش گفته بود که هر کی با روسا در افتاد از بین رفت، دوست روسان بود از بین رفت، ولی انگلیسی ها اگه باشون در بیفتی از بمیری، اما اگه باشون باشی میتونی بمونی و میتونی حتی به کشورت هم خدمت کنی به شرطی که نوکری انگلیسی رو بپذیری. آقای سید ضیاءالدین طباطبایی نوکری انگلیس رو پذیرفته بود، روزنامه نگارم بود، روزنامه مینوشت و در روزنامهش خیلی هم تند به اونایی که مایل بود حمله میکرد. دولت انگلیس به این گفتش که آقای سید ضیاءالدین طباطبایی پاشو برو، اون رئیس جمهور مصر رو که یادم رفت انور سادات بود، یعنی به ترتیب بعد از فاروق نجیب شد، بعد عبدالناصر شد، بعد انور سادات شد، بعد حسنی مبارک شد، بعد مرسی شد، بعد ذوالفتاح السیسی که الان هم رئیس جمهور است. خب این نداشتم گفتم که انگلیسی ها به اون آقای سید ضیاءالدین طباطبایی گفتن آقا ما به تو پول میدیم، تو برو یه نفر پیدا کن بین رجال مملکت، یه نفر با قدرت بیاد نخست وزیر قدرتمند بشه و کشور رو اداره کنه، یک پارچه کنه. سید ضیاءالدین طباطبایی خودش توی یه کتابی داره کی مرد اولی بود تا بود، سید ضیاءالدین یا رضا خان، یه همچین چیزی. آقای صدرالدین الهی، دکتر صدرالدین الهی استاد روزنامه نگاری، اون استادی که در ایران استاد دانشگاه دانشکده روزنامه نگاری و اینا بوده و در ضمن در عملم استاد بوده، هنوز هم استاده. ایشون یک مصاحبه چندین سال پیش با آقای سید ضیاءالدین طباطبایی کرد این کتاب را اخیراً منتشر کردم. در اونجا سید ضیاءالدین میگه که انگلیسی ها به من گفتن دولت انگلیس بهتون کمک میکنه تا یک نخست وزیر قدرتمند بشه. اغلب اونها جوابشون این بوده که خب چرا دولت انگلیس تو رو مسئول این کار کرده، چرا خودش نمیاد به ما بگه؟ خب این پاسخ مسخره بوده دیگه. دولت انگلیس، کنسول انگلیس که نمیتونه بره در بزنه تر سخت تر تر آیا مثلا اشرف السلطنه شما حاضرید مثلا فرض کنید نخست وزیر به شما به شما کمک کنی؟ اینجوری 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 معامله نشد. بریم اینجا، بریم آقای مثلا سردار مثلا فرض کنیم که تونوکابونی، آقای سردار تونوکابونی، سپه سالار تونوکابونی، شما حاضرید فلان بشید؟ نه من حاضر نیستم. یا حاضرم، یا مثلا اینقدر پول میخوام، یا اینجوری میخوام. نمیخواست انگلیس این کار رو بکنه، واسطه گذاشت. این سید ضیاءالدین طباطبایی، سید ضیاءالدین طباطبایی آخرش گفت من خودم میرم، وقتی این رجال مملکت هیچ کدوم حاضر نیستن من خودم میرم. سید ضیاءالدین طباطبایی خب یه روزنامه نگار بود، تجربه یه نخست وزیری نداشت، مثل که به من پرویز مینی بگن تو بیا نخست وزیری نام بشو. خب من تجربه این کار ندارم. اون همون برمیگره به پادشاهی و سلطنت. آقای شاهی نژاد میگه سلطان هایی که بعد از اسلام در ایران اومدن اینا هیچ کدومشون اونجوری نبودن که برای این کار پرورش داده شده باشن و اونجوری نبودن که باور داشته باشن که مثلا چندین نسل اینا پادشاه میمونن. اغلب در ایران چندین پادشاه، چندین سلطان مختلف بودن، هر کدوم بخشی از ایران داشتن، فقط صفویه بودن که اومدن یک پارچه کردن و تونستن قسمت اعظم رو بگیرن. اونا متاسفانه دین رو با حکومت آتی کردن و در دربار شاه اسماعیل صفوی قزلباشا ترکی حرف می‌زدن و اون آخوندهایی که از جبل عامل لبنان آورده بودن اونا اومده بودن ایران، اینا عربی حرف می‌زدن. می‌دونی برای چی آورده بود؟ برای که مراسم مذهبی رو یاد بده، چون قبلا که مردم ایران شیعه و نبودن که از این کارهای امام حسین بازی از این حرفا بلد نبودن، اونا رو آورده بودن که یاد بدن. حالا بگذاریم، آقای سید ضیاءالدین طباطبایی اومد گفت من خودم این کارو می‌شم بدون اینکه تجربه این کارو داشته باشه
فقط جرأت این کارو داشت ولی تجربه نداشت. اومد بعد گفتش خب من که نمیتونم، باید یک نظامی باشه با من. بعد حالا اون دو تا جنرال توصیه کردن که آقای رضاخان میرپنجو بگیر با خودت. از اینجاست که بعضی میگن رضاخان نوکر انگلیسی ها بود. اشتباه میکنید خانم آقایون. رضاشاه اومد چادر رو از سر زنا برداشت و لباس مردان رو متحدالشکل کرد و بعد مدرسه باز کرد، تخت سیاه و میز و نیمکت آورد، کتاب فارسی و حساب و هندسه و جغرافیا و علم الاشیاء آورد به بچه ها درس داد. آخه این چطوری میتونه انگلیسی باشه؟ انگلیسی ها میخوان مردم در بیسوادی بمونن، انگلیسی ها میخوان اون دزدای محلی برن مدرسه ها رو غارت کنن، انگلیسی ها داعش رو دوست دارن که بره هرچی مدرسه هست ببنده، هرچی دانشگاه ببنده. الان یه مقاله دارم که اگه فرصت کنم بخونم که فرصت نمی کنم، میگه که وقتی داعش میاد یه جا مدرسه، هیچ کس حق نداره به دیگه مدرسه بره، هیچ کس حق نداره دیگه دانشگاه بره، کارگره که میخوام برن سر کار کارخونه ها وسط را کشته میشن، کارخونه های برق انرژی میخوان مواد ذخیره سوخت بخرن نمیتونن بخرن. و بعد میگه که هر جا اینا برن زندگی اونجا پایان میابه، باید همه خودشون برای مرگ آماده کنن. انگلیسی ها اینه میخوان، نمیخوان مردم یک کشوری با سواد بشن، دانشگاه باشه، تحصیل کرده باشه، بهتاش باشه. که آخه کدوم عقل سلیم میگه همین کاری که رضا شاه در ایران کرد، همین کار رو امان الله خان در افغانستان کرد. انگلیسی ها توطئه کردن، سرنگونش کردن، گویا تو بی خود کردی کشف حجاب کردی، تو بی خود کردی میگه مدرسه میخوام بکنم. در ایران هم همین کاری کردن، منتها رضا شاه آدمی نبود که از این قول معروف بیدی نبود که از این بادا بلرزه. پس بنابراین در این کودتایی که شد، سید یادین طباطبایی به کمک رضاخان و با پولی که انگلیسی ها داد، رضاخان سربازاشو براشون لباس خرید، غذا خرید، پول داد بهشون، یکمی نونوارشون کرد، گفت حالا بریم تهران رو بگیریم. اومدن تهران بدون مقاومت تسلیم شد. بعد رفتن پلوی آقای احمدشاه، آقای احمدشاه رو به زور خواستن که شما فرمان نخست وزیری به سید یادین طباطبایی بدید. آقای احمدشاه یک فرمان نخست وزیری به سید یادین طباطبایی داد. اون فرمانم یک بخش اعظمش به میل سید یادین نوشته شده بود. آقای سید یادین، از اینجایی که نخست وزیرهای قبلی نتونستن به مملکت خدمت کنن، من به شما خواهش میکنم که به بچه خوبی به ملت خدمت کنید. سید یادین گفت بنویس که با دیکتاتوری کار کنید، یعنی با دیکتاتوری یعنی هر کاری خواستی بکنید. احمدشاه زیر بار این نرفت، گفت من دیکتاتوری نمی‌نویسم. بعد این اومد اول کاری که کرد، همه پولدارای تهران، همه کله گنده های تهران، همه اشراف تهران رو دستگیر کرد. یعنی یک شبه مثلا 100 نفر رو دستگیر کرد، 100 نفری که هر کدومشون مثلا صاحب یک عالمه پول و خونه و زندگی و افراد موثر بودن. مثلا حتی مثلا بهش میگفتن که فلان کسک مدال دولت انگلستان داره، مدال دولت انگلستان شما فرستادن پلوی رضا. آخه عامل دستگیری رضا خان بود دیگه، بری نظام ازش پس بگیرید، ما زندانیش کردیم اینجوری کرد. ولی بالاخره در میان. هیچ لزومی نداره که شما هر دانه رو توی یه گلدون بذارید، توی گلدون 6 تا دانه رو بکارید، هر 6 تا که در نمیاد که 3 تاش در میاد، بزرگ شد سوا کنید توی 3 تا گلدون بذارید. برحال یه کاری کنید که اکسیژن طبیعت رو زیاد کنید، گاز کربونیکش رو کم کنید. بگی نهضت ایرانی است، شما ایرانی هستید، به همسایه‌تون هم بگید آقا درخت بکار، به همسایه‌تون هم بگید گل بکار، یک درخت بخرید 40 دلار 30 دلار ببرید به همسایه‌تون بگید این کادو آوردم برات، اجازه بده کمک کنیم با همین اینجا بکاریم. همسایه میگه اینجا چمنه، به عیب نداره وسط چمنم میشه یه دونه درخت مثلا پرتقال کاشت، هیچ عیب نداره، یه ذره درخت کاشی میذاره از این کودایی که مارچ میگن چوب
پای خرد شده و به اصطلاح تخمیر شده رو میذارم پای درخت، هم گرم نگه میداره، هم آب رو نمیذاره خشک بشه، همین که کود میشه برای درخت. و ضمناً چمن زنم دیگه مزاحمش نمیشیم، چون دایره بزرگی میتونه دورش قشنگ بزنه بره. و این نهضت ایرانی رو راه بندازیم، بیایم ما ایرانی ها یک کاری بکنیم. ما که به این تلویزیون ایتو که کمک نمی کنیم، اصلا یه درخت بکاریم. خب من سپاسگزارم از آقای امید امیدوار در اتاق فرمان در استودیو واشنگتن، سپاسگزارم از آقای ناصر توکلی که برنامه رو پخش میکنن، سپاسگزارم از آقای پارسا سوروی که برنامه رو پخش میکنن، ضبط میکنن، دوباره پخش میکنن، توی اینترنت میذارن، هر جا بزنید پرویز مینوی تاریخ بزنید این برنامه میاد. بسیار از ایشون هم سپاسگزارم. از شما عزیزانی که بیننده تلویزیون بودید و کسانی که اومدید دو خط بسیار سپاسگزارم. من پرویز مینوی کوچک شما هستم، شما رو بزرگ خودم میدونم که به این برنامه توجه میکنید. برنامه من آنچنان قابل دار شما نیست، هر چی کوشش میکنم یه چیزی که یاد گرفتم بیارم با شما قسمت کنم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. شاد و پیروز باشید.